آقای سیامک ستوده و از شما دعوت میکنم، خواهش میکنم تصویرتون رو با ما به اشتراک بذارید. آقای سیامک ستوده تصویرتون رو با ما به اشتراک بذارید. آقای ستوده میکروفونتون رو باز کنید لطفا. آقای ستوده از دوستان بسیار خوب مردم هستند و همیشه اگر من بخواستم بگم من هستم این یه خورده چیز میشه، خودخواهی میشه، ولی از بیشتر از سالهای سال هست ایشون رو میشناسم و میدونم که در عرصه حضور داشتن و حتی آثار جسمی شکنجه هایی که در دوران شاه سواک به ایشون داده باعث شده که محدودیت هایی داشته باشند و حداقل من شاهد بودم که یک انسان ارزشمند چگونه برای که در یک کشور عقب مونده استبدادی واقعا چه کار باید بکنه که حتی نظراتش رو بگه، حتی نظراتش رو برای کشور بگه. و سیامک ستوده یکی از این انسان‌های شریفه. ستوده عزیز، اگر ممکنه شما به این سوال در فاصله که دارید جواب بدید. به نظر شما دوران گذار که شما بارها بار راجعش توضیح دادید، اون اصولی که برای این مرحله برای همین الان احتیاج داریم، با توجه به این که میدونیم اگر ما بحثمون رو انقدر طولانی کنیم همون بلای سرمون میاد که سال 57 سرمون اومد، یعنی یک دستگاه استبدادی دیگه، یعنی در واقع واقعیت اینه که تبهکاران داخلی با عوامل بیگانه‌ای که منافع مشخص در این کشور داشتن، حالا فقط نفت و اینا نیست، منافع مشخص داشتن، از ابتدا یک ساختاری رو کار خواهند آورد و باز هم ما ملت سرمان بی کلاه خواهد ماند. عامیانه‌شو بگم، شما برای این دوران چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟ با توجه که میدونم به عنوان یک مارکسیست اعتقاد دارید که تا حزب طبقه کارگر تشکیل نشه و تا به اصطلاح اگر اشتباه نکنم خودتون اسلام میکنید، اگر دیکتاتوری پرولتاری باید تشکیل بشه و حزب طبقه کارگر بتواند آزادی و بعد سوسیالیسم و بعد کمونیسم رو اجرا بکنه، ولی برای مرحله گذار شما اعتقاد دارید که با یه اصولی میشه بکرد که در حال به طور فراگیر همه ما به اون منطقه‌ای برسیم که احزاب بتوانند برنامه هاشون رو، احزاب چپ راست میانه، همه برنامه هاشون مطرح کنند و مردم راجبش تصمیم گرفته بشه که ببینیم بهترین راه حل های برای برون رفت از بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، سیاسی برمانی چی خواهد بود. آقای ستوده بفرمایید. بله متشکرم، خیلی ممنون. منم خوشحالم که هم با شما برای بار دوم آقای بدیع عزیز هم صحبت شدم و همین که مجددا در خدمت دوستان هستم و در هر حال میتونم نظرات خودم رو بیان کنم. من باید تحسین کنم شما رو از لحاظ اینکه برنامه رو تنظیم دارید میکنید و اداره میکنید که خیلی منظم و خیلی دقیق داره میره جلو، یعنی برخلاف شاید برنامه های خود من در تلویزیون که اینقدر نظم نداره، شما خیلی قشنگ وقت رو تعیین میکنید، دوستان میان صحبت میکنن و بقیه هم گوش میکنن. این رو من به شما تبریک میگم. اگر نظرتون باشه ما در زمانی که تازه در دبیرستان بودیم و برای اولین بار پا به فعالیت های سیاسی گذاشتیم واقعا هیچی نمیدونست. من خودم رو وقتی که الان نسبت به اون موقع مقایسه میکنم میبینم ما جوانهایی بودیم که در یک محیط دیکتاتوری و خفقان زندگی میکردیم و از دو تا محله اون طرف تر خودمون هم خبر نداشت، نه روزنامه ای بود نه هیچی، نه زمان شاه رو میگن و ساواک هم در همه جا کنترل داشت و کوچکترین اظهار نظر رو میگرفت و میزد و شکنجه میداد و ما هم دستگیریمون در واقع به خاطر این بود که بعد از فروپاشی جبهه ملی دوم ما تصمیم گرفتیم که فعالیت رو ادامه بدیم و در اصل ما یه گروه مطالعاتی بودیم، ولی خب وقتی که ما رو دستگیر کردن به عنوان یه گروه برانداز
دستگیر کردند و احکام سنگینی به ما دادند. 10 سال و 5 سال و مواردی هم بیشتر. خب این رو من مقدمتا عرض کردم که اگر ما امروز با این مسائل برخورد میکنیم، این یکی از وظایف مهمی است که ما داریم انجام میدیم. یعنی ما در یک انقلاب شکست خوردیم، در انقلابی که هیچ نمیدانستیم چه کار بکنیم، مثل برگ روی آب بودیم، روی امواج، و به تخت سنگ ها میخوردیم و شکسته میشد. این وضع همه چپ بود، نه تنها چپ بلکه وضع گروه های دیگه هم به همین ترتیب بود. برای اینکه تو محیط دیکتاتوری ما امکان چنین بحث هایی رو مطلقا نداشت. بنابراین جوان های داخل ایران به خصوص که می توانند پای این صحبت ها بشینند، استفاده بسیار زیادی می توانند از این بحث ها بکنند. و اما بریم مستقیم سراغ سوال شما. ببینید، انقلاب مثل هر چیز دیگه ای یه پدیده تاریخیه، نه تنها به این معنا که هر انقلاب در لحظه ای از تاریخ جایگاه خاص خودش رو داره که بنابراین و به همین دلیل خصلت‌های انقلاب در اون مرحله با خصلت‌های جامعه‌ای که در اون قرار داره رابطه داره، اون وقت ما میتونیم جواب سوال شما رو به شکل روشنی بدیم. یعنی مثلا فرض بگیرید اگر ما در جامعه کنونی ایران میخواهیم ببینیم که این انقلاب به طور کلی در چه مرحله قرار داره، آیا در مرحله سوسیالیستی قرار داره یا مرحله سرمایه‌داری، ببخشید دموکراتیک، باید بیاییم خصوصیت جامعه رو در لحظه کنونی تعیین کنیم. خب وقتی که ما نگاه میکنیم به این جامعه، میبینیم ما در یک جامعه سرمایه‌داری زندگی میکنیم. بنابراین شرایط مادی یعنی سطح رشد نیروهای مولده برای یک انقلاب سوسیالیستی فراهمه. یعنی که انقلاب سوسیالیستی یک ایده است که یک عامل میخواد. عامل انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر، یعنی انقلاب سوسیالیستی بر اساس منافع طبقه کارگر به وجود اومده و تنظیم پیدا کرده. بنابراین این طبقه کارگره که این ایده رو تا آخر دنبال میکنه، و همین که در جامعه وجود داشت معنیش اینه که در اون جامعه ما باید برای انقلاب سوسیالیستی شروع کنیم به آماده سازی، یعنی این طبقه رو تربیت کنیم که بتواند مسئولیت‌های خودش رو در این مرحله از تاریخ برای انقلاب سوسیالیستی و از بین بردن سرمایه‌داری دوخته بگیر. یه جمله دیگه من بگم که این قسمت اول بحث رو تموم کنم، و اون این است که ما اگر میگوییم انقلاب سوسیالیستی، این یک تعاریف، یعنی این مرحله انقلاب به عنوان انقلاب دموکراتی یا ضرورت انقلاب سوسیالیستی، این صرفاً یک بیان رویایی خواستهای ما نیست، یک ضرورته. برای اینکه ببینید الان شما به هر گوشه جهان که نگاه بکنید، تمام جنایات، تمام بدبختی ها، تمام وضعیتی که وجود داره از این نظام بلند شد. و من خوشحالم که امروزه دیگه خیلی راحت میشه این رو به توده مردم گفت. اصلا توده مردم خودشون این رو فهمیده. و ما اگر در تظاهرات فرانسه این جلیخ زهت ها نگاه بکنیم، میبینیم در واقع وجدان عمومی حداقل جامعه فرانسه به این مسئله رسیده که سرمایه داری رو باید جلوش گرفت. خب حالا پس عرض بنده این بود که ما از شرایط کنونی جامعهمون که یک جامعه سرمایه داریه و طبقه کارگر درش وجود داره
ایده سوسیالیسم هم اگر قبول داریم، بنابراین باید آستینا رو بزنیم بالا برای چنین انقلابی. ولی من صحبت از آمادگی طبقه کارگر کردم، آمادگی ذهنی و عینی. از نظر عینی طبقه کارگر هنوز به چنون شرایطی نرسیده که بتونه انقلاب سوسیالیستی کنه. ما این رو عملا در خیابان‌ها، در تظاهرات‌ها می‌بینیم. آیا در این تظاهرات‌ها یک شعار سوسیالیستی هم داده شده؟ نه. ولی وقتی فرانسه میریم می‌بینیم اون دختری که در خیابان میاد و دست‌هاشو باز می‌کنه و از دردها و ناراحتی‌های یک زحمت کش فرانسوی صحبت می‌کنه، آخرش میگه که ما به انقلاب سوسیالیستی احتیاج داریم. البته این جمله رو نمیگه، میگه ما سرمایه‌داری رو بعد از بین ببریم. ولی در ایران چنین چیزی نیست. چرا؟ در اینکه در ایران ما یک دیکتاتوری مطلقه فردی داریم. دیکتاتوری مطلقه یک پدیده ما قبل سرمایه‌داری داریم. پدیده دیکتاتوری مطلقه پدیده ما قبل سرمایه‌داریه و میبایست در انقلاب مشروطیت از بین میرم. چون این انقلاب هم برای یک نظام پارلمانی به پا شده بود، ولی به دلایلی که نمیخوام صحبت بکنیم این پدیده از بین نرفت و نه تنها از بین نرفت، بلکه به عاملی که بر تمام شؤون سیاسی جامعه مسلط شد تبدیل شد. یعنی شاهی که قرار بود مشروطه باشه شد شاه قلدر دیکتاتور. خب نتیجه این امر بسیار مهم بود. معنای امر بود که انقلاب مشروطه به وظایف خودش نتوانست عمل بکنه، یعنی دموکراسی بورژوایی رو نتونست برقرار کنه. و این در جامعه مون، حتی در سال 57 هم یک بار دیگه جامعه سعی کرد این عقب افتادگی رو جبران کنه. یعنی این دیکتاتوری مطلقه رو که مانع پیشرفت جامعه و نیروهای مولده بود، این رو به زیر بکشه و حتی این کار رو کرد. ولی باز به دلیل ناآگاهی یک دیکتاتوری دیگه جایگزین اون شد. پس ببینید این خصلت اساسی جامعه ما که عاملی است برای اینکه ما رو در مرحله انقلابی که دنبالش هستیم عقب میندازه، همچنان وجود داره. نتیجتا یک جامعه عجیب غریبی در تاریخ به وجود آمد که از نظر مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری بود. طبقه کارگر تقریبا وسیعی هم داشت، ولی از نظر مناسبات سیاسی به دوران ما قبل خودش بستگی داشت و این بزرگترین عامل بود که نمیگذاشت کشور ایران هم مثل کشورهای اروپایی مرحله فئودالی رو که دیکتاتوری مطلقه شخصی یکی از خصوصیاتش بود پشت سر بذاره. خب چرا ما این اتفاق برامون افتاد؟ یعنی چرا در دو انقلاب گذشته با اینکه تودهای مردم شعار دموکراسی رو میداد و قدرتشون بسیار بیشتر از اونی بود که نیاز باشه برای سرنگونی یک دیکتاتوری مطلق، چرا نتونستن این کار رو انجام بدن؟ کی مقصر بود که در دو انقلاب هدف انقلاب فراموش بشه؟ شما در انقلاب مشروطه حتی در دور اول این انقلاب که دربار عقب نشست و مظفرالدین‌شاه امضا کرد قانون اساسی رو، می‌بینیم دوباره محمد علی شاه تبدیل به دیکتاتوری میشه که مجلس رو به توپ می‌بنده. نیروهای انقلابی از تبریز و اصفهان و جای دیگه را میفتن میان در تهران و دولت رو ساقط میکنن. بفرمایید آقای ستوده، جمع‌بندی کنید که به هر حال مبنای اتحاد برای مسئله گذار چیه؟ 1 2 3 4 5 تا است. یعنی به عبارت دیگه ما بعد از فروپاشی صحبت نمی کنیم.
حداقل سوال امروز و دغدغه اساسی ما اینه که در حال حاضر که کشور ما به اصطلاح محاصره شده، از یک طرف این حکومت به طور کامل یک نوعی اصلا از انزوا که بی سابقه است به وجود آورده، و از طرف دیگه کاملا کشور رو در فروپاشی، در آستانه فروپاشی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قرار داده. واقعا الان در حال حاضر تنها راه بر کناری این ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی است و در واقع ساختاری که بتواند حقوق شهروندی رو تأمین بکنه و ما بتونیم. شما چه برای این مرحله چه اصولی رو پیشنهاد میکنید به عنوان یک مبارز قدیمی و با سابقه؟ بفرمایید. بله، همونطور که گفتم اصول اتحاد از خواست شخصی من و شما حاصل نمیشه. اصول اتحاد از سطح رشد نیروهای مولده و سطح تکامل سیاسی در جامعه در هر لحظه ای ناشی میشه. بنابراین کار من و شما کشف این خصوصیات، و من در صحبت کوتاهی که داشتم سعی کردم رابطه بین سطح تکامل سیاسی و اقتصادی جامعه رو با وظایف مرحله‌ای که ما به عهده داریم کشف کنم، و عرض کردم که چون جامعه ما از یک طرف یک جامعه سرمایه‌داری است با یک طبقه کارگر نه چندان ضعیف و کوچک، ولی از طرف دیگر هنوز گذار کامل به نظام بورژوایی رو به خصوص در سطح سیاسی طی نکرده، یعنی هنوز بعضی مؤسسات و نهادهای ما قبل سرمایه‌داری بر اون حکومت میکنن، مثل دیکتاتوری شاه یا دیکتاتوری خمینی. بنابراین یک خصلت دوگانه ای در این جامعه وجود داره. این مثل یک جامعه ناقص الخلقه است که از یک طرف شبیه سرمایه‌داری، از یک طرف شبیه ما قبل سرمایه‌داری. خب ما چه کار باید بکنیم؟ ما تا نیاییم این خصوصیات بازمانده از نظم گذشته رو از بین ببریم، نمیتونیم دست به انقلاب سوسیالیست بزنیم. یعنی تا دیکتاتوری مطلقه رو از بین نبریم و شرایط دموکراتیکی برقرار نکنیم، نمیتوانیم این کار رو بکنیم. بنابراین مرحله انقلاب همچنان دموکراتیک باقی میمانه، و این دموکراتیک باقی موندن انقلاب خصلت نیروهایی رو که ما میتونیم باش متحد بشیم تعیین میکنه. یعنی اگر در مرحله کنونی در گام اول ما باید دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه رو از بین ببریم، پس باید با تمامی کسانی که سرنگونی طلب هستن متحد بشیم. پس نتیجه های خودمون داریم میگیریم. یک، ملاک اتحاد سرنگونی طلبی است. سرنگونی طلبی به معنای واقعیش که من فکر کنم جلسه قبل اشاره کردم و یک مقاله هم در روشنگر در شماره قبلیش داشتم به معنای به اسم معنای واقعی مفهوم سرنگونی طلبی، و اون این بود که سرنگونی طلبی فقط برانداختن رژیم و دولت نیست، بلکه جایگزینی شوراهای مسلح به جای اون. یعنی اگر قصد ما از انقلاب دموکراتیک برقراری یک دموکراسی پایداره، این دموکراسی احتیاج به نیروی مسلح داره برای حفاظت از خودش. چرا؟ برای اینکه بورژوازی نیروی مسلح داره. برای اینکه تا وقتی که جمهوری اسلامی مسلحه، ما چاره‌ای جز ابراز خشونت و اعمال خشونت بر علیه اون نداریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما اگر میخوام حاکمیت توده مردم رو جایگزین حاکمیت فردی یک دیکتاتور و ولایت فقیه بکنیم، باید این توده مردم رو در
نهادهای متشکل کنیم که نه تنها می توانند اعمال اراده کنند، بلکه می توانند با اسلحه از خودشون حفاظت کنند. یعنی کاری بکنند که ارتش و پلیس و پاسداران جرأت نکنند بیان این نهاد مردمی رو از بین ببرند. خب پس اصل دوم اعتقاد به شوراهاست. به نظر من همین دو عامل کافیه برای ما. نیروهایی که طرفدار سرنگونی هستن و استقرار نظام شورایی عرض کنم مسلح. سلام عرض کردم خدمت یکایک عزیزانی که در اتاق هستن و با درود به همه عزیزانی که این سامانه را دارن اداره می کنن، در تمام عرصه ها فعال هستن. امیدوارم روز به روز موفقیت بیشتری رو حاصل کنن. و با سلام به آقای سیامک ستوده که در اون سالا که در زندان بودیم آوازه شکنجه هایی که بیشان وارد شده بود همه جا پیچیده بود. و همچنین درود به حسن نایب هاشم عزیز که امروز بعد از 100 روز اعتصاب غذاشون رو شکستن، منطقه ایشان فروتن بودن، خودشون اظهار نکردن. ایشان در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصاب کرده بودن، با این وجود که شغل مهمی دارن، به هر حال در جامعه وظیفه سنگینی به عهده دارن، پزشک هستن، ولی بار تمام این اعتصابا رو به دوش کشیدن و همواره در کنار این عزیزان بودن. و یک پرسش هم از آقای سیامک ستوده گرامی دارم. آقای سیامک ستوده، این شوراهای مسلح که شما میفرمایید با کدام نیروی اجتماعی میتونید نگه بدارید و کدام نیروی اجتماعی پشت این قضیه قرار دارن؟ آیا کارگران ما باید مسلح بشن؟ آیا مردم باید مسلح بشن؟ آیا اون آمادگی کلن وجود داره برای اداره شورایی جامعه؟ پرسش من اگه پاسخ بدی سپاسگزار میشم. عرض کنم که ضمن تشکر از حسن نظر دوست گرامی هم بعد در پاسخ به سوال ایشون بگم که در شوراها همه مردم شرکت میکنند، چون شوراها محل اعمال اراده توده های مردم، به خصوص طبقه کارگر اون نیروی اجتماعی اصلی پشتیبان شورا. و به همین دلیل در دفاع از دموکراسی و سوسیالیسم نقش درجه اول رو ایفا می‌کنند. البته در مورد سرمایه داران در نظام شورایی، سرمایه‌داران اجازه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت، یعنی به عبارت دیگه اجازه استثمار بقیه مردم رو نخواهند و مثل مردم عادی شروع به کار میکنند. و وقتی که مثلا یک میلیاردر پولداری که قبل از انقلاب در کاخ و در از کنم منازل بسیار مجلل زندگی میکرد و میکنند، بعد از چنین انقلابی تمام این ثروت هاش به نفع مردم مصادره میشه و مثل فرد عادی میره کار میکنه و طبیعتا از حقوق مدنی و اجتماعی هر فردی دیگه هم برخوردار. این از پاسخ به سوال شما. امیدوارم که درست تشخیص داده باشم سوالتون رو. این کافی باشه. من آقای مجاهدی من یک دقیقه اون صحبت اولیه‌مو تموم کنم. بفرمایید. بله، اینو گفتم که ما تعیین نمی‌کنیم که به دلخواه خودمون با چه کسانی باید متحد بشیم، بلکه مرحله تاریخی رو که در اون قرار داریم اون رو خصلت نمایی می‌کنیم و بر اساس نیازهای ضروری اون مرحله حرکت میکنیم و تشخیص میدهیم که با چه کسی باید متحد بشیم و با چه کسی نباید بشیم. از اونجایی که در حال حاضر مسئله اصلی جامعه سرنگونی ولایت فقیه، بنابراین ما با همه سرنگونی طلبان متحد میشیم، سرنگونی طلبانی که قصدشون در پایی شوراهای مسلح نه مثلا سلطنت کنه. وقتی که این امر انجام شد، اون وقت ما شرایط عینی و
ذهنی رو جستجو میکنیم برای سرنگونی دولت سرمایه‌دار و نظام سرمایه‌دار. من اگر ما میگوییم که در حال حاضر به این دلیل ما مرحله انقلاب رو دموکراسی تشخیص میدهیم، به خاطر این است که طبقه کارگر شرایط عینی و ذهنی براش فراهم نیست برای انقلاب سرمایه‌داری. فقط به این دلیله شرایط عینی برقرار نیست، برای اینکه هنوز طبقه کارگر خودش رو در برابر سرمایه نمیبینه. کارگرانی که اعتصاب کردن و خواهند کرد با دولت ولایت فقیه مواجهند و بنابراین این دولت با پرچم دیکتاتوری مطلقه فردی یا ولایت فقیه که اینها رو سرکوب میکنه و بنابراین طبیعتاً تشخیص آنها این خواهد بود که اول باید این را از سر راه برد. ولی اینی که من میگم مرحله انقلاب دموکراتیکه، من ما باید یک سال صبر کنیم و اتفاقی بیفته. برای که من مرحله انقلاب دموکراتیکه از پایین بودن سطح نیروهای مبارزه نتیجه گیری نمی کنم که برابر این راه حل رو اتخاذ کنم که باید کم کنیم تا نیروهای مبارزه رشد پیدا کنم. در حال انقلاب دموکراتیک عدم آمادگی علمی و ذهنی طبقه کارگر استنتاج بودم. بنابراین بعد از سرنگونی ولایت فقیه اگر دو ماه بعد تمامیت علمی و ذهنی برای برپای سیستم برپا شد، ما باید دست به تصرف قدرت سیاسی از دست فرمانداری بزنیم، یعنی انقلاب کشور بکنیم. یعنی این رو من میخوام بگم که بسیار مهمه در صحبت این رو میخوام بگم از کنم که ما در مرحله دموکراسی احتیاج به رسمی‌ترین دموکراسی داریم و فقط این احتیاجه که ما رو وادار کرد که جای انقلاب سوسیالیستی بعداً در راه انقلاب دموکراسی فکر همین که از این آزادی استفاده کرد، تشکل‌های پودین کارگری دور شد و طبق سایر آمادی شد و فهمید به مشکل اصلی نه نمایت فقیه و دیکتاتوری فقیه بلکه سرمایه‌داری. به این مشکلی با دموکراسی حل نمیشه، ولی بدون دموکراسی هم قابل حل نیست و دموکراسی ما نه به عنوان نظام سیاسی که بخواهیم تا ابد در این زندگی کنیم بزرگی بزرگی میفهم بلکه به عنوان وسیلهای برای از بین بردن خود دموکراسی. دموکراسی سازمان سیاسی حاکمیت طبقه سرمایه دار، یعنی نظام پارلمانداری. نظام پارلمانداری هیچ دستاوردی برای تمام کارگر نداره. دامیدید الان تمام کشورهای اروپایی نظامهاش دموکراتیک هستن که در این نظامهاش دموکراسی سیاسی برقرار شده و این تمام کارگر در بدتر شده. سپاسگزارم از شما آقای ستوده. بحث رو بعدا ادامه خواهیم داد. از شما هم دعوت میکنم، نه فقط به عنوان یک مبارز بلکه به عنوان کسی که به تئوری آشنا هست و سالهاست در این زمینه کوشش میکنه و گامهاش رو با توجه به نظرات انقلابیش برمیداره، این رو برای ما به هر حال به صورت مقاله یادداشت بفرستید. امیدوارم بیشتر شما رو در برنامه ها داشته باشیم و همچنان از حضور پرثمرتون من سپاسگزاری میکنم.